خدمت یکایک شما عزیزان، شما هم میهنان محترم درود میفرستم و باز هم مثل همیشه آرزوی سلامتی و موفقیت در زندگیتون دارم. چون باور من اینه اگر شما سالم باشید، موفق باشید، منم سالم و موفق هستم و جامعه‌مون سالم و موفق خواهد بود. برای اینه که من همیشه آرزوم اینه که یکایک شما رو خوشحال و سرحال ببینم. والان میبینم که شما واقعا سرحال هستید و نشستید دارید برنامه رو نگاه میکنید. بازم تشکر میکنم. در طول این 37-8 سال مخصوصا ما ایرانیان خارج از کشور و باز رسانه‌های همگانی ما در اروپا، در آمریکا، در کشورهای مختلف، برنامه سازان و مدیرانش در طول این چند سال بیشتر اوقات درباره تاریخ گذشته ما صحبت کردن. 2500 سال شاهنشاهی داشتیم. بعضیا هم میگن 7-8 هزار سال تاریخ داریم. خب ادعای داریم که حقوق بشر اول پایه‌گذاریش در ایران شده. پادشاهی داشتیم خیلی عادل بودن. ما مردم خیلی شجاعی بودیم، با سخاوت بودیم، جنگجو بودیم. حتی برای اولین بار در تاریخ هر کشوری زنی داشتیم که فرمان روای اون مملکت بوده. ولی گاهی اوقات این سوال برای من پیش میاد که خب ما همچی تاریخ پرشکوهی داشتیم، به قول خیلی از روشنفکرها حتی دربارش کتاب‌های مختلفی نوشتن، چی شده؟ چه اتفاقی در طول تاریخ رخ داده؟ چه حوادثی بر اجداد ما گذشته که این مسئله جوابش امروز برای شما و من تقریبا منفی در اومده؟ خب بعضی ها میگن آقا درسته که مملکت ما مورد حمله خیلی اقوام و خیلی کشورها قرار گرفته، اما تنها قومی که به کشور ما حمله کردن و تأثیر خیلی زیادی بر فرهنگ و آداب رسوم ما گذاشتن اعراب بوده و اعراب بودن که امروز ما رو به این روز انداختن. اون شجاعت و اون رسم رسوم و اون آداب خوبی که داشتیم اینا تغییر دادن. خب این سوال برای من واقعا پیش میاد گاهی اوقات لابد ما آمادگیشی داشتیم که به این سرنوشت گرفتار شدیم. و خیلی وقتا هم میگن که آقا ما واقعا در گذشته اینقدر آدمای مهربونی بودیم، اینقدر آدمای خوبی بودیم، به همدیگه علاقمند بودیم و به همدیگه احترام میگذاشتیم، ولی امروز میبینم، حالا من کار به ایران ندارم، شاید از اینجوری هم بدتر شده در این رژیم، ولی واقعا ما ایرانی ها در همین خارج از کشور خیلی به همدیگه لطمه زدیم، خیلی خسارت به همدیگه وارد کردیم. به جایی که دست همدیگه رو بگیریم و با هم در راه پیشرفت و موفقیت هر کدومون قدم برداریم، پشت پا انداختیم به هم دیگه خیلی بیشتر اوقات. گاندی میگه که اگر میخوای آداب رسوم و فرهنگ یک کشور رو بدونی، ببین که با حیواناتشون چطوری رفتار میکنن. اینو من سالهای سال خونده بودم و همیشه تو فکرم بود که اگه روز رفتم هندوستان از نزدیک ببینم که اینا واقعا با حیواناتشون چیکار میکنن. در سال 2006 رفتم هندوستان، که البته خب بازی داستانی داره که براتون یه روز تعریف میکنم. رفتم هندوستان و خیلی هم فیلم گرفتم از اون. البته من رفتم بمبئی که البته حالا میگن مامبئی. دیدم واقعا اینا مخصن سگ اصلا کاری بهش ندارن. توی پیاده‌روها که میدونین هندوستان در سال بیشتر از میلیارد جمعیتشه و
و خود بمبئی یا مامبئی در روز بین 18 تا 20 میلیون جمعیت شه. واقعا مردم تو هم میلولن. ولی سگ وسط پیادرو که جمعیت داره میاد خواب خوابه. حالا اگه فیلمشو پیدا کنم بهتون نشون میدم. خواب خوابه. چون که از بچگیش مورد آزار قرار نگرفته. بهش سنگ نخورده. توی گوشت شهرداریشون سوزن نکرده بده اون حیوان بخوره و بمیره. یا با شلیک گوره بچهشو جلوی خودش جلوی چشم مادر اون سگ بکشه. در ترکیه هم همینطوره. در همین ترکیه که ما برای ترکا اینقدر جوک میسازیم اصلا به حیواناشون کاری ندارن. توی خیابون در گوشه پیادرو برشون خوراک سگ گذاشتن، آب گذاشتن و تمام سگای ترکیه از طرف شهرداری یه پلاکی بهشون آویزونه. این مورد بسیار معاینه قرار گرفته. ما همش به این فرهنگ گذشتمون میبالیم. خب اولا قبلا هم خدمتتون عرض کردم این زحمتای اجداد ما بوده. چرا ما افتخار بهش میکنیم؟ چرا ما پوز به هم دیگه میدیم؟ بعدم میشینیم، مثلا من خیلی وقتا شنیدم از ایرانی ها که آقای آمریکا اصلا تمدن ندارن، اینا اصلا فرهنگ ندارن. من یه فیلمی رو از روی اینترنت ضبط کردم بهتون نشون میدم. یک سگی 16 سال در خدمت فار دپارتمنت بوده. 16 سال. خب میدونید که سگ عمرش دیگه همین بین 16 17 18 ساله. و موقعی بوده که دیگه مریض شده بوده. اینو میبرن به کلینیک. ببینید چقدر این سگ رو دارن میبرن کلینیک. تمام اون افرادی که اون فار دپارتمانی که این خدمت میکرده با چی احترام اینو میبرن به کلینیک و زمانی که فوت میکنه با چی احترام میارن. یه لحظه اینو میبینید. و من یه فیلم دیگه رو ضبط کردم، اینم اتفاقا روی اینترنت، که یه بچه ای بینین به سگ چطوری داره خودش نمیخوره و به سگ میده. وقتی که ماها به دنیا میایم خیلی مهمه که اون پدر مادر یا اون جامعه ما رو چطوری بزرگ کنه. چون در هر صورت هر بچی خداوند درش هم خشونت گذاشته هم مهربانی گذاشته. حالا اگر ما بچه‌مون رو با مهربانی با محبت بزرگش کنیم، البته دیسیپلین باید برای بچه باشه، ولی نه که دیگه بگیریم بزنیمش و با چوب تو سرش بزنیم و سلیش بزنیم. نه، و
وقتی وارد اجتماع میشه، اجتماع تو دبستان، دبیرستانم با محبت باهش برخورد کنن، خب مسلما این بچه وقتی بزرگ میشه اون محبتی که درونش هست بیشتر پرورش پیدا کرده تا بدی هایی که در وجودش هست. اگه ما امروز میبینیم مثلا یک نفری آدم میکشه یا سر میبره یا ظلم میکنه به افراد دیگه یا اینکه سر مردم کلا میذاره، باید برگردیم به طفولیت این، ببینیم در چه خانواده بزرگ شده و پدر مادر این چطوری این رو بزرگش کردن که حالا یک جنایتکار شده، یه آدم کش شده. البته بعضی از روانشناس های میگن که این یک مقدار ژنتیکه، شاید در درست بشه ولی مسلما درصدش خیلی پایینه. ما با سگامون چیکار میکنیم؟ با گربه هامون چیکار میکنیم؟ من خودم یادمه وقتی که نوجوان بودم تو مشهد ما خیلی تبرسی توی نوغون میشستیم، یک محوطه بود خالی که خب البته حالا ساخته شده مثل بیابون مانند، بهش میگفتیم هیته. یادم میان اونه که یه خورده سنش از ما بالاتر بود کاغذباد ما میگفتیم، البته حالا میگن بادبادک یا هرچی، کاغذباد درست میکردن، یه بچه گربه رو میگذاشن اون تو میفرستنش آسمون، یا هر سگی که میدیدن با سنگ شروع میکردن به زدن سنگ. خب وقتی من که در سن مثلا 10 سالگی هم 8 سالگی هم وقتی میبینم که یک نفر از من بزرگتر یا حتی پدرم برادر بزرگترم داره به سنگ میزنه، ناخودآگاه هم من فکر میکنم که این جزء آداب رسوم ماست، باید به سگ سنگ زد. برای کشتن او سگ باید سوزن کرد توی گوش داد او سگ خورد. من واقعا گاهی اوقات خیلی درباره مسائل فکر میکنم که خب آقا اینقدر که ما درباره این آداب رسوممون فرهنگمون کتاب ها نوشته شده، مخصوصا در این 37-8 سال، و من سعی کردم که بعد از انقلاب مقداری بیشتر مطالعه کنم درباره تاریخمون که شاید در گذشته توجه بهش نذاشتم. بعد از انقلاب احساس کردم که من باید به پرچمم احترام بذارم، به احترام میذارم. در گذشته زیاد برای من مهم نبود، چون من خودم یک بار توی ارگ مشهد یک مغازه‌دار دیدم که با پرچم ایران کفشش رو پاک کرد. برای منم زیاد مهم نبود، چون اون عشق پرچم رو به من نیاموختن. یه داستان تعریف کنم که من قبلا نمی‌دونستم. یه دفعه یه تظاهرات بود جلوی که از این تلویزیون ایرانی در لس آنجلس، منم اونجا فیلم میگرفتم، یه دی حالا رفته بودن از ایرانیا و به صاحب اون تلویزیون اعتراض داشتن. یک نفری از این ایرانیا پرچم آمریکا رو ورده بود و پرچم آمریکا رو خب دستش بود، اون تی چوب رو زمین بود. یه بار یه مرد آمریکایی آمد با خشونت گفت حق نداری تو پرچم رو چوبش رو بذاری رو زمین، باید رو کفشت بذاری. ببینید اینقدر احترام به پرچمشون میذارن. چرا؟ برای که از بچگی یاد میدن تو مدرسه که به پرچمت احترام بذار. پرچمت یعنی هویتت. و سربازا در آمریکا وقتی میبینن پرچم دستشونه، اگر توجه کرده باشین وقتی که لانگ شات نشون میده، میبینه اون سرباز چوب پرچم گوشه رو کفشش، بی احترامی بهش نمیکنه. و خب خوشبختانه بعد از انقلاب ما یک مقداری توجهمون بیشتر به آداب رسوم و فرهنگ گذشتمون شد، به تاریخمون شد. ولی هنوز که هنوزه یک مقدار در بعضی مواقع فقط داریم تظاهر میکنیم، به اصل مطلب تن نمیدیم. الان چند ساله دیدم، من خیلی واقعا خوشحالم و افتخارم میکنم که سال تحویل یک عده از جوان‌ها، زن مرد حتی سنای بالا پدر مادرها، میرن سر قبر کوروش اونجا هفت‌سین میذارن. 100% شما هم عکساش دیدید یا ویدیوش دیدید. خیلی خوبه، خیلی عالی است.
داریم برمیگردیم به اون ریشه اصلیمون، اون ریشه ای که خیلی ها در طول تاریخ خواستن قطعش کنن، البته شاخه‌هاش زدن ولی ریشه نتونستن، ریشه رو از زمین بکنن چون به قدر عمیقه که زورشون نرسیده. خب حالا که ما داریم سعی میکنیم به ریشه‌مون برگردیم، خب اون نصایحی هم که کوروش کرده اونا رو هم انجام بدیم. یکی از نصایح چی بوده؟ گفته دروغ باعث میشه که مملکت از هم بپاشه، تجزیه بشه به قول خودمون امروز. میریم اونجا هفت‌سین هم میذاریم، خیلی هم افتخار میکنیم و خیلی از جوونا حتی در همین آمریکا من خودم دیدم که اون فرهور رو روی بازوشون رو سینه‌شون خالکوب کردن و خیلی هم امروز فرهور میزنن تو گردنشون در ایران و در اینجا که قبلا ما اصلا در واقعا دربارش من شخصا زیاد نمیدونستم، دیده بودم ولی نمیدونستم که این چی لوگویی هست برای جامعه ما ایران، برای فرهنگ ما. ولی دروغ رو که گفتن، آقا کوروش گفته دروغ نگین، از همونجا که میایم، یعنی از همین سر قبر کوروش که میایم شروع میکنیم به دروغ گفتن. و در این 38 سالم به خاطر که این رژیم به قدر به ملت دروغ گفته به عنوان پدر خانواده دیگه، رهبر مسلمین دنیا، مردم هم عادت کردن از صبح که بلند میشن دروغ میگن تا شب و دروغ میشنون. و به خود من ثابت شده، مطمئنن برای شما هم اتفاق افتاده، ایرانی هایی که نسل جوونی که در این انقلاب بزرگ شدن یا بچه بودن میان آمریکا، در برابر بچه های ما، حتی در برابر خود ما که تو فرهنگ و تو آداب رسوم بزرگ شدیم، ما واقعا در مقابل اونا حالوییم. مخصوصا نسل جوون اینجا که متولد شده خیلی زرنگ شدن، خیلی دروغ میگن. حالا نمیمکنه که یک درصدی هنوز اون آداب رسوم و حیا و اینا رو داشته باشن، دروغ نگن، ولی اکثرا میگن. به خود من ثابت شده تو همین لس آنجلس و در هفته گذشتم که درباره رسانه ها صحبت کردم، گفتم ما تنها ملتی هستیم که در خارج از کشور هر کسی آمده صاحب یک تلویزیون یا روزنامه شده. ولی خب چون حرف تو حرف اومد، نتونستم قشنگ برای شما تشریح کنم که از منظورم چیه. ببینید، همونطور که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، وقتی یک نفری از دانشگاه به عنوان ژورنالیست میاد بیرون یا به عنوان خبرنگار یا اینکه اصلا نمیره دانشگاه ولی دنبال این کار میگیره و تجربه میآموزه، گفتم کسی که خبرنگار ورزشی هست در قسمت اقتصادی نمیبینینش، کسی که خبرنگار یا ژورنالیست اقتصادی هست در قسمت سیاسی یا هنری نمیبینینش. ولی رسانه های ما بنوان به قول خودمون ژورنالیست های شهر لس آنجلس، اینایی که میگم، در صورت من سالها تو اینا در اینجا زندگی کردم، در خیلی جاها بودم به عنوان فیلم بردار، هیچ وقتم سوال نکردم. اگرم سوال کردم، شاید اگر 50 جا رفتم دو دفعه من یه سوال کردم. میری فوتبالیست های ما از ایران میان، مربی ها میشینن که به صاحب مصاحبه باشون بشه، تمام و کسایی که در قسمت سیاسی بودن و داشتن از شاهزاده سوال میکردن اونجا حضور دارن. اگر یک جلسه هنری بوده تو لس آنجلس، هنرمندوی از ایران اومدن، باز میینه اونه که توی قسمت ورزش هم بودن، باز میینه اونجا حضور دارن. همه جا حضور دارن. درسته که میگن هنر نزد ایرانیان بس، ولی دیگه اینقدر همچین نشونی که از پاچه هامون بریزه. برای این که آشفتگی وجود اومده توی جامعه ما، برای که هیچ کسی جای خودش قرار نگرفته. شما آقای کاردانی میشناسین دیگه، در ایران مراد برقی بود، از یادتون باشه که بودیم، حالا دوشنبه شب یا سنه تمام شهر به قول خودشون
خلوت میشد که برن مراد بقی ببینن. آقای پرویز کاران در مراد بقی یادتون میاد زبونش میگرفت. حالا که اینجا ماشاءالله اینو بلبل حرف میزنه. شاید هم کاراکترش تو فیلم اینجوری بوده، تو سریال که سرزبونی حرف بزنه. آقای کاردان اونطوری که شنیدیم رفت تئاتر خونده، که متاسفانه تئاتریم که در لس آنجلس تا حالا گذشته اونقدر موفق نبوده. چون به نظر من امروز چی تئاتر چی فیلم از نظر گیشه موفق باشه، اینو تئاتر و فیلم موفقه. گیشه خیلی مهمه، باید فیلمی و تئاتری بیاد سری که مردم دوست داشته باشن، مردم لمسش کنن. حالا درسته که نسل جوان در آمریکا با این تکنولوژی و با این اتفاقاتی که در سینما افتاده، جنگ ستاره ها و چه میدونم این چیزا رو میسازن، همش هم دیجیتال و با کامپیوتر کار میکنن، اونجای خودش. ولی ما داریم از فرهنگ و آداب رسوم خودمون صحبت میکنیم. ما هنوز به اون درجه نرسیدیم که ایتی درست کنیم یا جنگ ستاره ها درست کنیم. آقای کاردان، من چند روز پیش دیدم که شاهزاده رضا پهلوی، آقای کاردان داره باش مصاحبه میکنه. آقای کاردان عزیز که من همیشه احترامت هم داشتم، با هم هم سلامتی که میداری، ولی نمیتونی شما بگی آقا من سیاسی نیستم که من شاهزاده سوال کنم. سوال کردن، ما خبرنگاری میخوایم که بره اگر شاهزاده سوال میکنه اولا منطقه رو خوب بشناسه، اتفاقاتی که در از نظر سیاسی تو دنیا داره میفته بشناسه، چه حوادثی اتفاق افتاده که در خاورمیانه امروز اینقدر آشفته و اینقدر شلوغه، و شاهزاده سوالی بکنه که بره من ایرانی عامی بفهمم که ایشون چی داره میگه و به معلوماتم اضافه بشه. اگه نه که برم بشینم با شاهزاده صحبت کنم، صحبت‌های خالص، معذرت میخوام خالص نکه. خب آ شاهزاده خانواده چی جورن؟ شما چند سال اینجا چیکار؟ این که نشد سوال که این خب بارها از شاهزاده کردن. میدونی چرا؟ برای که ما میخوایم همه جا حضور داشته باشیم. اگه یک جا حضور نداشته باشیم اعتماد نفسمون از بین میره. ممکنه دیگه کسی درباره ما صحبت نکنه. همش میخوام حضور داشته باشیم. آقای کاردان، من این مسئله میگم، نه فقط بگی آقای کاردان ها، کاردان ها میشن رئیس تلویزیون. آقا رئیس تلویزیون شما باید بدونی مدیریت یک تلویزیون رو چجوری مدیریتش کنی. تا به هر کسی نمیگن آقا بیا مثلا میشه خواهی مدیری تلویزیون بشی؟ بله بله. یک بار از ما دهن ما ایرانی ها در نیومده، رسانه ها رو میگم، من به جای دیگه کار ندارم، توی این لس آنجلس گفتم، من دقیقا اینا رو خوب میشستم. یک بار نشده که من بیرم یک جایی اگه یک مدیری یا برنامه سازی بگن آقا شما این کار میکنیم، بگه آقا من نمیدونم. میگه من نمیدونم. یه باری خیلی گشتم فیلم پیدا کنم که بذارم، ولی میگردم براتون میذارم. آقای منوچهر بیبیان سال 1992 بود، هنوز من برنامه چرازنین رو نداشتم، چون من برنامه چرازنینم در سال یعنی 30 اکتبر 1992 اولین برنامه‌ام رفت رو آنتن چرازنین محلی. یه روز آقای منوچهر بیان گفت که نادری جاد امروز توی المپیک کالکشن این رسانه‌ها، مدیران رسانه‌ها و برنامه‌سازا اونجا میان و بیا. گفتم باشه حتما میام. چون من تو فکرم در اون زمانی بود، وقتی میگفتم مدیران برنامه‌ها اینا کسایی که در اصل تجربه این کار دارن یا دنبال این کار بودن، دانشگاهش رفتن، نوتیشو خرسه میدونن. ما اون روز که اومد روز یک شنبه بود، حالا پیداش کنم تاریخشم، من اینا رو تاریخ میذارم. رفتم المپیک کلکشن که صاحبش هم یک ایرانی کلمی به نام آقای جاوید زاد فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یه جای خیلی قشنگ ساخته و خیلی از عروسی های ایرانی ها اونجا بود که ما میرفتیم اونجا فیلم برداری میکردیم.
طبقه بالاش سالن خیلی بزرگی داره. البته دو سه تا سالن داره، مثل عروسی کوچیک و عروسی بزرگ. من وقتی که از آسانسور طبقه سوم پیاده شدم، دو تا نفر دیدم که اینا فقط کارشون آگی گرفتن بود برای تلویزیون محلی. دو نفر کارشون آگی گرفتن بود. یکی خانم سلیمانی بود، یکی حمید فرهنگ. خانم سلیمانی و حمید فرهنگ با هم هم کار میکردن، آگی میگرفتن میدارن به تلویزیون ها، یه درصدی برمیداشتن که حقشون بود. من وقتی پیداشتم دیدم این دو نفر تو این راه رو هستن، اسمش شده اینجا نوشته شده. با خودم زیاد مهم نبود برای من اون لحظه. تا در این باز کردم دیدم 70-80 نفر آدم نشسته، از ماشین نویس روزنامه رایگان بگیرید که ماشین نویس بود تا برنامه ساز تا هنرپیشه، همه حضور داشتن. با خودم گفتم این رسانه‌ای که همه حضور دارن ماشین نویس؟ رفتیم نشستیم و از رادیو، اون موقع آقای مروتی بود، از تمام کارمنداش آپراتورش همه اونجا بودن، روزنامه های شهر، ماشین نویسا، هر کس، حتی آدمایی که با اینا رفیق بودن، 70-80 نفر که سال 1992. ما نشستیم و یه خود صحبت کردن، یادم میاد گفتن که آقای بروخیم، یه آدم مسنی بود، گفتن آقای بروخیم چون سابقه مطبوعاتیش و رسانه هاش قدیمی تره، ایشون رئیس جلسه. نشست باشیم و آقای فرهنگ فرهی و خانم اندلیبی، خانم اندلیبی اون موقع تو همین رادیوی آقای مروتی کار میکرد، او هم مثل که کارش همین آگی گرفتن و اینا بود، اینای هم به صاحب منشی و کنان، تا چکوش زد بزنن رو میز، من دستمو بلند کردم، گفتم معذرت میخوام، حالا فیلمشو پیدا کنم براتون میذارم. گفتم که من با تمام این آدم اینجا واقعا هم دوستم، سلام علیک دارم، ولی به نظر من به تعداد انگشتان دست در اینجا کسایی هستن که توی رسانه های همگانی بودند یا هستند. یادم میاد من آقای میبودی و آقای سعید قامقامی هم تازه آمده بودن توی شهر، من نمیشناختمشون ولی دیده بودمشون. مثلا خانم همش سرشا بود، شوره آقداشلو بود، ایرج جسمی بود که یک زمان هنرپیشه بود، هر کسی که تو اون شهر تو رسانه ها یا حتی از دم دفترش رد شده بود اونجا حضور داشت. گفتم من نمیدونم، ما واقعا تعجب میکنم که ما باید چی برنامه داشته باشیم، چی چیزی باید در ما باشه که ما جزو رسانه ها باشیم، تأثیر کرده باشیم، گردن کلوف باشیم، پولدار باشیم. خیلی گفتم اینجا به نظر من 10 نفر جزو رسانه ها نیستن. اینو گفتم من نشستم. آقای همون خانمی که ماشین نویس مجله رایگان بود به نام خانم میرافشار، نه این همای میرافشار، یه میرافشار، اونم فامیلش میرافشار بود، ژیرا میرافشار، این بلند شد بره. یه بده آقای مروتی، آقای مهبودی بلند شد گفت خانم تشریف بیارین. گفت در یک رسانه های گروهی آبدارچی هم جزو رسانه های گروهی است. البته من اون موقع دیگه جوابی ندارم، از اون جلسه من آمدم بیرون، بعدم فهمیدم که اون جلسه با وجودی که رای گیری کرد اینا به هم خورد، چون پایش از اول درست نیست. تمام این جلسات، تمام این سیاسیونی که در لس‌آنجلس هر جلسه‌ای که گذاشتن، چه از نظر هنری، چه از نظر سیاسی، حالا اقتصادیش من کار ندارم، هیچ وقت به نتیجه نرسیده، برای که از اول پایش خراب بوده. بعد فکر کنم یه هفته نادر بی خودی، امید ایران که اون موقع به نام میدنا شو برنامه داشت، دعوت کرد از